السلام عليكم ورحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على وليك علي بن موسى المرتضى عددا وفي علمك صلاه دائمه دوام که و سلطانک اللهم سلم على وليك علیه ابن موسی رضا المرتضا سلاما دائما بدوام که و که و کبریاک رب ادخلنی مدخل صدق و مخرج صدق و لي من که سلطانا نصيرا شرط ادب و احترام در حکم تنفیز از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو می بوسیدم لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد شاکرم به درگاه خداوند متعال بر نعمتهای بیکرانش سر بر آستان ربوبی می سایم و شکر نعمت های بسیارش به ویژه نعمت اعتماد مردم و اعتماد رهبری معظم انقلاب اسلامی را به جا می آورم خورشید تابناک مردم سالاری دینی بیش از چهل سال در این سرزمین طلوع کرد با هدایت امام بزرگوار و عظیم و و با همت والای مردم بزرگ و وظیفه شناس مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد در این مدل حکمرانی نو امر دین در کنار دنیا امر علم در کنار اخلاق امر عدالت در کنار پیشرفت امر عزت در کنار رفاه این مدل به عالم عرضه شد تا بدانند پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را و بدانند دین می تواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت کند و تمام شؤون زندگی انسان را اداره کند و در یک کلام جمهوریت در کنار اسلامیت استقلال در کنار آزادی در هم آمیخت و این آمیختگی برای جامعه اسلامی ما و برای عالم مدل نوینی از حکمرانی را عرضه کرد دولت مردان و مسئولان مردم عزیز در این چهل سال بسیار تلاش کردند در جهت تحقق مردم سالاری دینی در این چهل ساله اونجا که توجه به رهنمودهای امام و رهبری شد به سیاستهای نظام شد حوزه پیشرفت اقتدار و ارتقاء بود و اونجا که بی توجهی یا کم توجهی شد به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای مصوب نظام و اقتضای انقلاب شکوهمند اسلامی اونجا حوزه مشکلات، کاستیها و های مردم بود من بجاست نسبت به همه خدماتی که تاکنون در این چهل ساله انجام شده است و همه کسانی که در پیشرفت این کشور نقش داشتند و ایفای نقش کردند سمیمانه سپاسگزار باشم و نسبت به همه کسانی که خدمت کردند و سهیم بودند در این پیشرفتها باید ادای احترام کنند انتخابات 28 خرداد جلوه ای از مردم سالاری دینی بود در این انتخابات مردم علا رغم همه دشمنی های دشمنان علا رغم همه شرایط بهداشتی وضعیت کرونایی و مشکلاتی که بود حضوری با شکوه داشتند حماسه ای بزرگ خلق کردند در کنار حماسه هایی که تا کنون به دست توانای مردم و با اراده مردم خلق شده حماسه ای که دشمنان رو ناامید کرد دوستان را امیدوار کرد در حماسه 28 خرداد همه مردم نقش داشتند باید همه اقشار همه مردم و ملت عزیز و بزرگوارمون پیر و جوان از همه گویش ها اقوام مذاهب و از همه مردم عزیزمون به ویژه آنانی که مردم را به مشارکت و بعث و برانگیختن برای حضور در انتخابات دعوت کردند از عزیزان فرهیخته ای که نقش آفرین بودند به ویژه در رأس همه رهبری معظم انقلاب اسلامی حماسه با شکوه حضور مردم خلق کرد این حماسه مردم که باید از دستندرکاران انتخابات هم تقدیر کرد پیامهایی داشت پیام مردم در 28 خرداد پیام تحول خواهی بود پیام عدالت خواهی بود پیام مبارزه با فساد مبارزه با فقر و مبارزه با تبعیض بود پیام مردم در 28 خرداد ماه پیام اجرای سیاستهای اعلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود پیام توجه به ارزشهای والای انقلاب اسلامی و پاسداری و پاسداشت از خون متحر شهیدان و وسایای ارزشمند اونها بود پیام 28 خرداد پیام ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود اینها پیامهایی بود که مردم عزیزمون با رأی خودشون دادند و خواستند از دولت برخواسته از رأی مردم تحقق ببخشد عدالت را مبارزه کند با فساد، پایان بدهد به روابط ناسالم اداری، پایان بدهد به راندخاری ها، پایان بدهد به هر گونه زد درزشی که هیچ گونه تناسبی با اساس انقلاب و نظام و ارزش ها در این کشور ندارد. این پیام مردم بود و خواست مردم، در یک کلمه و در یک جمله ارز بکنم پیام مردم پیام تغییر وضع موجود بود شرایط و وضعیتی که درش قرار داریم چه وضعیت اقتصادی تورم چهل و چهار درصد بیش از چهل و چهار درصد شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680 درصدی در این سالها به های دولت از سال 94 سه برابر شدن مشکلات بسیاری که در زندگی مردم اثر گذاشته و علاج کردن وضعیت کسری بودجه چهارصد و هزار میلیاردی اینا وضعیت مردم رو امروز ما وضعیت مناسبی نمی بینیم وضعیت و شرایط اقتصادی را هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم به دلیل کاستی ها و مشکلاتی که در درون داشتیم اینها باید تغییر بکنه مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مسئله بیکاری، مسکن و دیگر مسائلی که امروز مردم نسبت به اون گلمندند و از همه بیشتر اونچه که مشکل ایجاد کرده علاوه بر این که آسیب دیدن سفره مردم، آسیب دیدن کسب و کار مردم باید اشاره بکنم به آسیب دیدن اعتماد مردم دولتی خواستن که این دولت این آسیب رو جبران کنه اعتماد رو به مردم بازگرداند این فاصله رو بین ملت و دولت کاهش بده و این رابطه بین ملت و دولت بسیار میتونه گره گشا باشه برای همیشه در کشور بوده تا کنون از این پس نیز این رابطه باشد تا بتواند مشکلات حل بشه در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت بشه از دولت جدید اونچه مردم خواستند یک تحوله این تحول اجتناب ناپذیره برای کشور باید این تحول اتفاق بیفته برنامه دولت برنامه تحوله این تحول مستند است به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود در این سند که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی بسیار حکیمانه نوشتهاند هم وضع موجود به خوبی ترسیم شده هم وضع مطلوب ما باید وضع موجود و مطلوب رو دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم برسیم به وضعیتی که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازه های بلند بیانیه گام دوم در این تحولی تحول ضروری لازم است که همه فرهیختگان، اندیشمندان، مسئولان، دقدقمندان و عزیزان نقشافرینی کنند. همه مردم مشارکت کنند، به میدان بیایند و این کار انجام شده نیست. ما حتما به دنبال رفع تحریمهای های ظالمانه خواهیم بود اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد حتما دنبال می کنیم مسائل پیشروی دولت را یک مسائل ضروری و فوری وجود داره که از امروز دولت با اون مواجهه که باید دنبال بکنه مسئله کسر بودجه مسئله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس مسئله مهم کنترل تورم و گرانی ها مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیزمون هست موضوع و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندی هایی که امروز وجود داره من به همه دولت مردان دولت دوازدهم خسته نواشی درز می کنم اما کارهای بسیاری است که از امروز پیش دولت ما یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم با نگاه به مسائل پیشرو که حدود ده مسئله محوری وجود داره که از امروز دولت با اونها مواجهه شناسایی شده مسائل من به مردم اطمینان بدم هم مسئله خوب شناخته شده هم راهکارهای مسائل شناسایی شده از نگاه کارشناسان و خبرگان و صاحب نظران هم بهرمند شدیم انشالله این کار با قوت دنبال میشه به صورت فوری و آنی اون مسائلی که امروز پیش پای دولته و اما نسبت به برنامه تحولی چهار ساله که زمینه برنامه هفتم در کشور خواهد بود اجرای برنامه تحولی چهار ساله دولت که انشاءالله به زودی در اختیار نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران قرار خواهد گرفت و از نظر همگان بهرمند خواهیم شد زمینه و بستر برای اجرای برنامه توسعه هفتم کشور خواهد بود انشاءالله ما امید و اون داریم که در این برنامه تحولی همه دقدقمندان بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاسی بدون نگاه به اینکه از کدام قوم و کدام قبیله و در کدام دانشگاه و در کدام حوزه هستند همه فرهیختگان و دلسوزان نقشافرینی کنند ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم یقین داریم با همه موانع و مشکلاتی که پیش رو وجود دارد امروز راه برای برون رفت از این مشکلات کاملا وجود داره و اراده جدی برای رفع مشکلات و همدلله وجود دارد ملت عزیز ما جوانان برومند ما نیروی انسانی کارآمد ما وضعیت رو متحول خواهد کرد ان الله ما امیدواریم با نگاه همه صاحب نظران و فرهیختگان بتواند وضعیت متفاوت بشود و وضع به نفع مردم و به نفع ارزش های انقلاب اسلامی و اون که مورد توقع رهبری معظم انقلاب مردم عزیزمون خانواده معظم و مکرم شهیدان و ایثارگران و فرهیختگان هست در این کشور انشاءالله وضع تغییر بکنه و ضمن پاسداشت نسبت به همه خدماتی که تا کنون انجام شده گامه های مندگاری برداشته بشه با استفاده از همه تجربیات و اندوخته هایی که امروز وجود داره پیش پای ما من در پایان سخن عرضه می دارم پروردگارا تو خوب می دانی حضور من در این عرصه به عنوان یک طلبه خدمتگزار با چه انگیزه ای صورت گرفت؟ اگر نبود خدمت به مردم اگر نبود برای ایجاد گشایش اگر نبود در یک کلمه اجرای عدالت حضور در این عرصه برای بنده معنا نداشت اما افتخار می کنم برای حضور در این عرصه که خدمتگزار کوچک برای مردم عزیز باشم خدایا تو خوب میدانی از آشکار و نهان آگاهی میدانی نیت و انگیزه ما رو در این عرصه ما را مدد کن خدایا تمام کسانی که در این میدان کار مردم رو به عهده دارند به برکت این ایام روز مبارک قدیر به برکت نزول این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون خدایا در این ایام اون امیرالمؤمنین امیر و اون پیامبر از این مشن اسلام در روز قدیر به مردم آموختند صفات حکمرانان و صفات دولت مردانی که باید چه در نامه ای که امیر برای مالک اشتر دارند اه ای که برای همه دولت مردان در همه روزگاران به عنوان سند قطعی است صفات حکمرانی رو فرمودند همه دولت مردان به معنی عام کلمه یعنی همه کسانی که در جایگاه ها و پستها به نام نظام جمهوری اسلامی خدمت میکنند خدایا از این صفاتی که پیامبر در حدیث قدیر فرمود و امیر المؤمنین علیه السلام در این نامه فرمود از این صفات همگان را برخوردار فرما خدایا به عزت و جلالت سوگندت می دهیم دستان یاریگر ائمه خدا علیهم صلوات الله به ویژه وجود مقدس حضرت ولی اس عجل الله تعالی فرجه الشریف را به یاری ما بفرست و گره ها را به دست مبارک حضرت ولی اس گره گشایی فرما به ما اخلاص در عمل مرحمت فرما حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت تو و رب العرش العظیم و السلام علیکم رحمت الله و